درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستین شاد و سلامت باشین. توریست های تازه وارد برای کلاهبرداران بهترین و راحت ترین گزینه هستند، به خصوص در مواردی که توریست ها نسبت به کشوری که به اون مسافرت می کنن اطلاعات بسیار کمی دارن و سعی می کنن به افراد محلی اعتماد کنن. برای اینکه در سفر بعدی خودتون کمتر مورد توجه کلاهبرداران و دزدان قرار بگیرید، ما در این ویدیو روش های کلاهبرداری و دزدی متداول در سرتاسر جهان را براتون آماده کردیم که بتونید خود را آماده کنید. در ادامه برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار همراه شوید. سوغاتی مجانی. کشور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و مصر به شما سوغاتی هایی مثل یک دستبند دوستی یا وسایلی شبیه به این داده میشه و زمانی که هدیه رو میگیرید از شما درخواست پول میکنن و در این هنگام ممکنه جیب شما رو بزنن. کشور چین، خیریه دروغی. گروهی که به ظاهر روحانیان مذهبی چینی هستند از شما میخوان برای فقرایی که در اماکن مذهبی ساکن شدند صدقه بدید و در ازای اون به شما رسید خواهند داد. نه تنها رسید واقعی نیست، بلکه هیچ پولی به هیچ فقیری نیز نخواهد رسید. دوربین شکسته در تمام کشورها. معمولاً چند نفر با هم نزدیک به شما میان و از شما درخواست میکنن تا با دوربینی که دارند از اونها عکس بگیرید. دوربینی که به شما میدن شکسته هست و به محض اینکه شما بخواید عکس بگیرید دوربین تکه تکه خواهد شد. در نتیجه شما مجبور خواهید شد که خسارت دوربین رو بدید. کارکنان تقلبی هتل کشور اسپانیا. دو نفر که به شکل کارکنان هتل لباس پوشیدند از شما میخوان تا اجازه بدید مشکلی که در اتاق وجود داره رو برطرف کنند. در زمانی که یکی از اونها مشغول صحبت کردن با شماست، دیگری از وسایل شما دزدی خواهد کرد. هتل بسته در کشورهای اروپایی. به محض اینکه از فرودگاه تاکسی بگیرید، راننده به شما خواهد گفت که هتلی که میخواید در اون اقامت کنید بسته هست و هتل بهتری برای شما سراغ داره. اگه با اون موافقت کنید، به هتلی خواهید رفت که بسیار گرانتر از هتل قبلی براتون در میاد. شاخ گلی برای عشقتون. کشور فرانسه، ایتالیا و اسپانیا. در اماکن توریستی افرادی هستند که اگه شما رو با عشقتون ببینن به سمت شما میان و شاخ گلی به اون میدن. برای خرید این شاخ گل مبلغی بسیار زیاد باید بپردازید. اگه نخواهید گل رو بخرید، فرد فروشنده شما رو در مقابل عشقتون مسخره میکنه و شما رو گدا خطاب خواهد کرد. صحبت کردن به انگلیسی در کشور چین. دختران زیبایی برای سوء استفاده از شما استخدام شدن که زمانی که ببینن شما به خوبی به زبان انگلیسی صحبت میکنید از شما میخوان که شما رو برای خوردن قهوه درون کافه مهمان کنن تا شما با اونها انگلیسی صحبت کنید، اما هنگام حساب کردن خبری از آنها نخواهد بود. راننده تاکسی در تمام کشورها. بعضی از راننده تاکسی ها ممکنه بخوان از اینکه شما مسیری که میخواید برید رو بلد نیستین سوء استفاده کنن و راه طولانی تری برای رسیدن به مقصد مورد نظر شما انتخاب کنن تا شما مجبور بشین کرایه بیشتری بپردازید. تور گردشگری ارزان در تمام کشورها. در بسیاری موارد تورهای ارزان قیمتی به شما پیشنهاد میشن که شما رو برای گردش و خرید به مناطق و فروشگاه‌هایی میبرن که هزینه‌های بیشتری برای شما خواهند داشت که برای خودشان سود بیشتری داشته باشند. ناپدید شدن راننده تاکسی در کشور آمریکا. زمانی که میخواید از تاکسی پیاده بشین، راننده تاکسی به شما پیشنهاد میده که وسایلتون رو براتون هم کنه. اما به محض اینکه از تاکسی پیاده بشین، راننده همراه با وسایل شما به سرعت ناپدید خواهد شد.
دوستان عزیز، آیا تا به حال شما هم از این نوع تجربیات عجیبی که گفته شد در سفرتون داشتین؟ و یا اگه تجربیات دیگه‌ای داشتین برای ما حتما کامنت کنید. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.